کارشناس خبرگزاری مهر در گزارشی پس از بررسی صحنه در ماجرای محسن فخری زاده گفته است که شواهد نشان می‌دهد که 50 نفر در قلب تهران و در عمق پایتخت جمهوری اسلامی این عملیات را پشتیبانی کردند. در واکنش به این اتفاق حسن روحانی گفت که در دام توطئه نمی‌افتیم و خامنه ای رهبر خودخوانده رژیم هم گفت که عاملان و آمران این اقدام را مجازات می کنیم. روحانی گفت البته در موقع مناسب مسئولین مربوط پاسخ این عمل را خواهند داد. و خامنه ای همچنین خواستار ادامه برنامه های رژیم شد و گفت دو موضوع مهم را همه دستندرکاران باید به جد در دستور کار قرار دهند. نخست پیگیری و مجازات قطعی عاملان این اقدام و آمران آن و دیگر پیگیری تلاش‌های علمی و فنی محسن فخری‌زاده در همه بخش‌هایی که وی بدان‌ها اشتغال داشت. در این میان، روزنامه عرب زبان رأی الیوم چاپ لندن در مطلبی با عنوان واکنش بی رمق یک رهبر شکست خورده در این باره نوشت که گروهی که این عملیات را به عهده داشتند به بیش از یک دستگاه اطلاعاتی وابسته بودند و به این معنا است که این اتفاق یک عملیات مشترک بود که به برنامه ریزی نفوذ به سیستم های نظارتی نیاز داشت. به این ترتیب رهبر رژیم جمهوری اسلامی می داند که اگر بخواهد جوابی هم به این اقدام بدهد با چند کشور طرف است که زورش حتی به یکی از آنها هم نمی رسد و به همین دلیل مجبور است که باز هم مانند ماجرای قاسم سلیمانی فقط کری بخواند. این روزنامه در ادامه نوشت که قدرت و اقتدار یعنی آنقدر روابط خارجی یک کشور قوی باشد که کسی جرأت نکند چون این اقدامی را در خاکش انجام دهد و اینکه فقط کری بخوانند و در نهایت با خبر کردن آمریکایی‌ها چند نقطه از فضای بیابانی یک پایگاه خالی را بزنند و بگویند انتقام گرفتیم، آن هم انتقام سخت، معنایش اقتدار نیست. واکنش منفعلانه علی خامنه ای و رژیم جمهوری اسلامی در برابر تحرکات علیه مواضعشان موجبات تمسخر فراوان و سرزنش بسیاری از رسانه‌های خارجی را به وجود آورده، تا آنجا که برخی رسانه‌ها احتمال دادند که با این اتفاقات احتمال دارد که حتی اگر رژیم جمهوری اسلامی دوام بیاورد یک زلزله سیاسی را تجربه کند. برای آگاهی از جزئیات این خبر شما را به دیدن ادامه این برنامه دعوت می‌کنیم. به گزارش ایران پرس نیوز، رادیو آلمان در گزارشی درباره دو ماه آینده با ترامپ در کاخ سفید و ترس و دلهوره خامنه ای به نقل از یک تحلیلگر ایرانی اعلام کرد که تعلیق صدور ویزا برای 13 کشور از جمله ایران از جانب امارات متحده عربی تا زمانی نامشخص چه معنایی دارد. این اقدام پیشگیرانه و امنیتی یا کاشف از آن است که ابوظبی در جریان وقوع ماجرای فخری‌زاده بوده و از بیم اینکه رژیم جمهوری اسلامی بخواهد واکنشی علیه اسرائیلی ها در امارات نشان دهد 13 کشوری را که احتمال می‌داده ممکن است از آنها افرادی را برای تلافی اعزام کند مشمول ممنوعیت صدور ویزا کرده است. یا گمانه دیگر این است که احتمالاً اتفاقات امنیتی دیگری هم در آینده نزدیک در منطقه می‌افتد و برای مواجهه پیشگیرانه با آن این تصمیم را گرفتند. در این میان مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها مستقر در واشنگتن با انتشار پیامی در توییتر نوشت که همچنان که تقریباً دو ماه تا روی کار آمدن جو بایدن باقی مانده، زمان زیادی برای آمریکا و اسرائیل مانده است تا آسیب سختی به رژیم خامنه ای وارد سازند و اهرم فشاری برای دولت بایدن ایجاد کنند. از سوی دیگر روزنامه ستاره صبح در تهران امروز در سرمقاله خود با عنوان هشدار درباره 60 روز پیش رو برای ایران و خاورمیانه آورده است که ترامپ در حال حاضر مثل یک شیر زخم خورده در جنگل خطرناک است. سخنان وزیر امور خارجه آمریکا که گفته همه گزینه‌ها همچنان درباره رژیم جمهوری اسلامی روی میز است نشان از احتمال اقدام یا اقداماتی علیه این رژیم می‌دهد. این روزنامه افزود که قانون اساسی آمریکا به رئیس جمهور تا آخرین روزی که در قدرت است مسئولیت
و اجازه هر اقدامی را می دهد. بنابراین ترامپ تا روز 20 ژانویه یا همان اول بهمن که رئیس جمهور است می تواند دست به هر کاری بزند و برای ایران مشکل ایجاد کند. این منبع در پایان با نگرانی نوشت که بسیاری از تحلیلگران بین المللی هشدار دادند و می دهند که دونالد ترامپ ممکن است در مدت 2 ماه دیگر که قدرت دارد دست به اقداماتی در ارتباط با برخی کشورها از جمله جمهوری اسلامی بزند. لذا لازم است از طریق دیپلماسی با کشورهای اروپایی و روسیه جلوی اقدامات احتمالی علیه این رژیم گرفته شود و همچنین باید به شورای امنیت و کشورهای دنیا هشدار دهیم و بگوییم که ترامپ قصد ایجاد اقدامی احتمالاً شدید علیه جمهوری اسلامی دارد. این در حالی است که جان برنان، رئیس پیشین آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در تازه ترین اظهار نظر در مورد تصمیم گیری های دونالد ترامپ گفت که 60 روز آینده با حضور ترامپ در کاخ سفید روزهای بسیار خطرناکی برای دشمنان ایالات متحده آمریکا است. رئیس سابق CIA افزود از نقطه نظر امنیت ملی 60 روز آینده روزهایی بسیار بسیار مهم و حیاتی است. این در حالی است که عبدالله شهبازی، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی رژیم، درباره نتایج انتخابات آمریکا گفت اینکه سرنوشت جمهوری اسلامی با آمریکا در زمان ریاست جمهوری جو بایدن چه خواهد شد، گفت که این بستگی به عوامل عدیده‌ای دارد که شاید از الان باید آن را رصد کنیم. او گفته است که امیدوارم در فاصله انتقال قدرت یعنی آذر و دی 99 شاهد تحرکات مشکوک در منطقه نباشیم و از سوی هر کس از جمله عواملی که در درون ایران هستند نگرانیم. وی در خصوص خرابکاری‌های احتمالی در این 2 ماه میگوید که محتمل می‌دانم که برای حفظ وضعیت کنونی یعنی فشار حد اکثری بر جمهوری اسلامی اقدامات بیشتری هم صورت خواهد گرفت. در همین حال تحلیلگر پایگاه رادیس گفته که این گزارش که یکی دیگر از چهره‌های برجسته برنامه‌های رژیم جمهوری اسلامی در وسط خیابان حذف شده و عاملان آن هیچ اثر و رد پای از خود به جای نگذاشته اند، نشان داد که آخرین برگ انجیری که عورت حکومت خامنه ای را می پوشاند به زمین افتاده و پیکر رژیم کاملا برهنه شده و می بینیم که تهدید هم می کنند، اما همه تهدیدهای آنها کاملا تو خالی است. این تحلیلگر نوشته که گفته بودند که اسرائیل را محو خواهند کرد و اکنون بارها و بارها است که خبر حذف افراد وابسته به رژیم در جمهوری اسلامی انتشار می‌یابد و آنان نمی‌دانند چه کنند و شاید هم می‌دانند اما نمی‌توانند تهدیدهای خود را عملی کنند. همین تهدیدها را بارها و بارها علیه ایالات متحده آمریکا نیز به زبان راندند که فقط به درد طرفداران چشم و گوش بسته خودشان می‌خورد. این تحلیلگر نوشت که ماه‌ها از حذف قاسم سلیمانی می‌گذرد. آنها گفته بودند که آمریکا را زیر و رو خواهند کرد و شب گذشته در برابر دفتر شورای عالی حکومت گروهی از تندروها ظاهر می شوند و فریاد می زنند که چه کردید و چرا نتوانستید انتقام سلیمانی را بگیرید، پس های و هوی شما کجا رفته است؟ این نشان می دهد که حتی دیگر طرفداران حکومت هم فهمیدند که رژیم جمهوری اسلامی مانند تبلی تو خالی است. آنها که به دنبال انتقام سخت بودند الان فقط خوشحالند که ترامپ برود و شاید با آمدن جو بایدن نفسی تازه کنند. سوال اینجاست که چرا باید ایرانی ها از حذف افرادی که هم وطنشان هستند ناراحت نشوند و جوابش هم بر هیچ کس پوشیده نیست. جواب این است که فخری زاده یا فخری زاده ها به گونه ای در مقابل مردم ایستادند که مردم دیگر آنها را از خودشان نمی دانستند. مردم ایران دیگر رژیم جمهوری اسلامی و عواملش را ایرانی نمی دانند. چرا که بجز خرابی برای کشور چیزی به بار نیاوردند. اگر از مردم ایران بپرسید که آیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ذره رفاه به زندگی آنها افزوده است، قطعاً پاسخ همه منفی خواهد بود. ولذا مردم آنها را مانند اشغالگرانی می‌بینند که میلیون‌ها ایرانی را زندانی کردند. روزنامه جوان در تهران که بازتاب دهنده افکار و اندیشه های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و سیاست های علی خامنه ای را انعکاس می دهد، می نویسد که بی تردید در شبکه های اطلاعاتی و دفاعی رژیم جمهوری اسلامی حفره های بسیار ایجاد شده است و باید به فکر بستن آن افتاد.
تحلیلگر پایگاه رادیس می نویسد که روزنامه جوان هیچ چیز تازه ای را افشا نکرده است. به اعتقاد او حکومت جمهوری اسلامی هرگز شبکه دفاعی و اطلاعاتی نداشته است و ندارد، تا چه رسد به اینکه بخواهد در آن حفره‌ای باشد. به اعتقاد او تنها عده‌ای افراد ساده را جمع کرده و فکر می‌کند که آنها شبکه اطلاعاتی هستند و زورش تنها به چند نفر از افراد اپوزیسیون می‌رسد که با ترفندها و شیوه‌های مختلف آنان را به ایران یا به کشورهای حیات خلوت رژیم جمهوری اسلامی می‌کشانند و آنان را به دام می اندازند و به تهران می آورند که مجازات کنند و بعد شوی تبلیغاتی می گذارند که ما اشراف اطلاعاتی داریم. این تحلیلگر می نویسد که اشراف اطلاعاتی یعنی اینکه نگذارید خارجی ها بر ضد منافعتان اقدام کنند، نگذارید خارجی ها در خاک ایران اقدام کنند و نه اینکه چند جوان معترض هموطنتان را که اسم و رسمشان هم مشخص است و هیچ محافظی نداشتند بگیرید و گوش ملت را با آن کر کنید. این تحلیلگر می نویسد که رژیم جمهوری اسلامی در هیچ یک از عملیات سالهای اخیر در خارج از کشور موفق نبوده است و در عوض همه جوره از دیگران خورده است. نتوانست در دانمارک مخالفان رژیم را حذف کند و عاملانش دستگیر و رژیم رسوا شد. نتوانست در پاریس همایش بزرگ و سالیانه سازمان مجاهدین خلق را مختل سازد. دیپلمات حکومت اسدالله اسدی به دلیل اقدامات خرابکارانه تحت محاکمه قرار دارد و هیچ کاری از دستشان بر نمی آید. مسلم است که آنان فقط می توانند حرف بزنند و امکان عمل کردن به آن بسیار ضعیف است. در طول سالهای اخیر هم می بینیم که چه اقداماتی برای اخلال در برنامه های رژیم جمهوری اسلامی صورت گرفته و رژیم نتوانسته است از آن جلوگیری کند و حکومت موفق نشده است که مسئولان، طراحان، عاملان و آمران این عملیات را شناسایی و محاکمه یا مجازات کند. این تحلیلگر پایگاه رادیس نوشته است که فقط بلدند حرف بزنند، تهدید کنند، خالی ببندند و این شیوه را 40 و چند سال است ادامه دادند و هنوز هم ادامه می دهند. الان هم افتخار می کنند که این اقدام را کار اسرائیل می دانند و می گویند که ما می دانیم کار کیست و فکر کردند که هنر کردند، در صورتی که بسیار آسان است که اسرائیل را در مزان اتهام قرار دهند. چرا که اسرائیل خودش بارها گفته است که نخواهد گذاشت رژیم جمهوری اسلامی به تجهیزاتی که می خواهد دست یابد. تاریخ 10-12 سال اخیر نشان می دهد که برای اجرای این تصمیم قاطع تا کنون چه وقایع زیادی در داخل ایران رخ داده است و هنوز هم نتوانستند هیچ فردی را به عنوان مسئول یا طراح و مجری این عملیات شناسایی و بازداشت کنند و تنها هر چند وقت یک بار یک زندانی بخت برگشته را می آورند و آنها را مجبور به اعترافات دروغین می کنند. از ویروس استاکسنت آغاز کنیم که سانتریفیوژ ها را برای مدتی مختل کرد و همچنین از حذف شماری از دستاندرکاران امور اتمی رژیم که در تهران بزرگ و در میان خیابان ها جلوی چشم همگان رخ داد. هیچ کس نیز به اتهام انجام آنها بازداشت و محاکمه نشد. البته گروهی را گرفتند و محاکمه کردند، ولی اعترافات آنها به زور گرفته شده بود و هرگز برای هیچ مرجع بین المللی قابل اطمینان نیست و حتی نمی دانیم آنانی که محکوم شدند سرنوشتشان چه شد و امروز کجا هستند. گویا که آنها را با وعده آزادی مجبور به اعتراف اجباری کردند و بعد رهایشان کردند بروند یک گوشه دنیا و حالا هم سران رژیم جمهوری اسلامی تهدید می کنند که انتقام می گیرند، ساکت نمی نشینند. اما از آن طرف حسن روحانی هشدار می‌دهد که مبادا حکومت به اقدامی عجولانه و نابخردانه دست بزند و به دام بیفتد. مفهوم این سخن آن است که دست نگه دارید ببینیم چه غلطی می‌کنیم. به اقدامی علیه اسرائیل یا کشورهای دیگر نپردازید مبادا که زودتر اسباب سرنگونی خودمان را فراهم کنیم. و خنده آور آنکه رژیم جمهوری اسلامی به سازمان ملل متحد شکایت می‌برد که در کشور ما عملیات انجام دادند و این در همان روزهایی است که محاکمه دیپلمات رسمی حکومت جمهوری اسلامی در اروپا ادامه دارد که می‌خواست در خاک کشورهای اروپایی دیگران را حذف کند. این تحلیلگر در ادامه نوشته است که آیا رژیم جمهوری اسلامی هنوز می‌خواهد اسرائیل را محو کند
و به روی ادوات نظامی خود آن شعار را بنویسد و انتظار نداشته باشد که اسرائیل به هر شیوهی که لازم می داند از خود دفاع کند؟ این تحلیلگر باز هم می نویسد که به تذکرات داخل حکومت باز می گردیم که آنها خودشان هم اعتراف می کنند که دیگر در حفظ امنیت رژیم ناتوان و ناتوانتر شدند. اعتراف می کنند که افراد بسیاری در داخل حکومت وجود دارند که به علت مخالفت با رژیم و یا علل دیگر دست همکاری به کشورهای خارجی می دهند و مرتکب این همه عملیات تعرضی و تخریبی علیه رژیم می شوند. اگر آنان ادعا می کردند که مسلمان هستند و با این شیوه دزدی می کنند، در خود رده های بالای حکومت نیز افرادی هستند که ریش می گذارند، نماز می خوانند و ظاهراً به علی خامنه ای هم اقتدا می کنند، اما در پشت پرده و پشت صحنه با کشورهای دیگر همکاری دارند که این رژیم چپاولگر را برچینند و براندازند. اصلاً از شما می پرسیم که چگونه است که اسرائیل موفق می شود 500 کیلوگرم اسناد و شواهد را از شوراباد تهران به اورشلیم منتقل سازد؟ چگونه است که در کارگاه تولید سانتریفیوژ ها در نتنز حادثه رخ می دهد؟ و چگونه است که این اقدامات مانند ماجرای فخریزاده در ملأ عام و در قلب تهران انجام می گیرد؟ کجاست آن توانایی ادعاهایی که سپاه پاسداران و سازمان حفاظت آن و وزارت اطلاعات رژیم و فرماندهان کوچک و بزرگ سپاه که مرتب دیگران را به نیستی تهدید می کنند و می بینیم که در صحنه بازرگانی و اقتصادی شکست خوردند، در تأمین رفاه مردم ایران ناکام ماندند و در اجرای برنامه های نظامیشان هم با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند؟ ادعا می کنند که ما بزرگترین قدرت نظامی منطقه را در اختیار داریم و همه می دانیم که دروغ می گویند، در حدی که یک کشتی تجاری را بر می دارند و به شکل ناو جنگی در می آورند و افتخار می کنند که سپاه پاسداران توانسته است مدرن ترین و بزرگترین و پیشرفته ترین رزم ناو جهان را تولید کند. کیست که این زیاده خواهی های آنها را باور کند و این بلوف های آنها را باور کند؟ کدام کشور و سازمان اطلاعات بیگانه است که این رجزخوانی ها را جدی گرفته و فریب آنها را بخورد؟ رژیم جمهوری اسلامی با دروغ و فریب به روی کار آمده و همچنان به مردم دروغ میگوید. اما کشورهای دیگر و سازمان های اطلاعاتی جهانی هرگز به دام این دروغ ها نمی افتند. همه می دانند که تبل رژیم جمهوری اسلامی تا چه حد تو خالی است و این رجزخوانی ها هیچ فایده ای ندارد و خودشان هم خوب می دانند. به نوشته این تحلیلگر، محسن فخریزاده حذف شد و اگر رژیم جمهوری اسلامی به تلاش برای رسیدن به ادوات ضد بشریش ادامه دهد، کل مقام های رژیم سرنوشتی بهتر از این نخواهند داشت. البته نه به خاطر اینکه لزوماً حذف فیزیکی خواهند شد، بلکه به علت آنکه مردم ایران بالاخره به پا میخیزند و حق خود را میطلبند و این رژیم دروغگو و چپاولگر را برمیاندازند و آن روز دور نخواهد بود. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.